آقای علیزاده این مجموعه رو از سال 77 راه اندازی کرده و کارش تولید کره گیاهیه. امروز تصمیم داره این کارخونه رو توسعه بده. همونطور که می‌بینید یکی از مشکلات عمومی سلامت کشور مصرف بیش از حد چربیه. این کارخانه با بیشتر از 21 سال سابقه تولید اولین کارخانه کره گیاهی است. کره گیاهی و خامه قنادی از تولیدات این واحد صنعتیه که مشتری‌های زیادی هم اونور مرز داره. 20000 تن در سال 96 تولید ما بوده که از این مقدار بالای 20% به کشورهای عراق و افغانستان ترکمنستان صادر کردیم. با افزایش بنا به توسعه این کارخانه میزان تولید به 2 برابر افزایش و تعداد بیشتری هم میتونه کارگر جذب کنه. فرماندار ساوجبلاغ قول داد کمک کنه تا این مجموعه با استفاده از تسهیلات کم بهره خیلی زود کار خودش رو آغاز کنه. این مجموعه هم نزدیک به 40 نفر به صورت مستقیم و 3-4 برابر اون به صورت غیر مستقیم میتونه اشتغال زایی ایجاد کنه. اعلام آمادگی کردیم که برای ارائه تسهیلات برای این واحد تولیدی برای اینکه کارشون رونق پیدا کنه. کارخانه تولید کره گیاهی با بهره گیری از توان مهندسین ایرانی راه اندازی شده و همگام با تکنولوژی روز دنیا تولید میکنه. این واحد صنعتی از اولین های تولید کره گیاهی ایرانیه که تونسته این صنعت نوپا رو در کشور بست و گسترش بده و از همه مهمتر فرهنگ مصرف صحیح چربی های گیاهی رو بین مصرف کنندگان اشاعه داده. علی منصورزاده خبرگزاری صدا و سیما ساوجبلاغ.